توافق آتش بس در شرق اوکراین که هفته گذشته در مینسک امضا شد همچنان نقض می شود. ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا مأموریت نظارت بر آتش بس میان طرف درگیر در اوکراین را به عهده دارند. برای آگاهی از آخرین تحولات در این کشور، یورو نیوز مصاحبه‌ای با مایکل بوچیورکیف سخنگوی سازمان امنیت و همکاری اروپا در اوکراین انجام داده است. می توان گفت به طور کل به آتش بس احترام گذاشته می شود اما چند استثنا و نقطه داغ وجود دارد یک تیم از ناظران ما در ماریوپول حاضر است و من می وضعیت شب گذشته را به شما بگویم یعنی وضعیت 24 ساعته گذشته تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز در فاصله 20 یا 30 کیلومتری شرق ماریوپول حملات توپخانه زیادی گزارش شده است به غیر از ماریوپل درگیری هایی در اطراف فرودگاه دونسک و در حومه لوهانسک رخ داده است اما وضعیت در شهر استراتژیک دبالستوه بیشتر موجب نگرانی است شورشیان رفت و آمد امن ناظران ما به دبالستوه را تضمین نمی کنند و این معادل مسدود کردن و عدم راه دادن به ماست ما ماموران غیر نظامی و غیر مسلح هستیم و اگر ایمنی ما تضمین نشود نمی توانیم به مکانهای خاصی برویم جامعه بین‌المللی همچنان نگران وضعیت شرق اوکراین است. روز جمعه در پاریس، فرانسوا اولاند و آنگلا مرکل بار دیگر بر لزوم اجرای توافق مینسک درباره آتش‌بس تاکید کردند.